سلام بینندگان عزیز، آزادی اکادمیک چگونه مفهومی است و با مفهوم محیط اکادمیک چه پیوندی دارد؟ از این نقطه نظر دانشگاه های ما در چه جایگاهی قرار دارند؟ در دهه 50 خورشیدی یگانه دانشگاه افغانستان دانشگاه کابل به وسیله استادان رهبری می شدند، یعنی از آمران دپارتمنت ها تا رئیسان دانشکده ها و رئیس دانشگاه به وسیله استادان در یک انتخابات شفاف برگزیده می شدند. اما همکنون تمام دانشگاه های دولتی به وسیله گماشتگان حکومت رهبری می شوند. چرا در این 17 سال که ما دور دیگری از انتخابات و دموکراسی را تجربه می کنیم برای انتخابی سازی دانشگاه ها در افغانستان تلاشی صورت نگرفته است؟ خشونت هایی که هر از گاهی در دانشگاه های افغانستان رخ می دهد ریشه در کجا دارد؟ در گفتمان این هفته به این موضوعات می پردازیم. میهمانان ما حضور دارند جناب دکتر شریف فائز، وزیر پیشین تحصیلات عالی افغانستان و بنیانگذار دانشگاه امریکایی افغانستان، جناب احمد ضیای رفعت، استاد دانشگاه کابل، جناب خلیل احمد شهید زاده، معاون کمیسیون تحصیلات عالی مجلس نمایندگان، و جناب فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان. مهمانان عزیز، به بحث خوش آمدید. استاد فائز، میخوام از شما بپرسم که در رابطه به این مفهوم آزادی اکادمیک لطفا توضیح بدین که چگونه مفهومی است و بر چی معیارها و موازین استوار است این آزادی؟ تشکر پرتو صاحب، بازی که از ما دعوت کردین در این محفل بسیار جالب و اکادمیک. ببینین، اگر در تاریخ دانشگاه ها نظر بیاندازیم، دانشگاه های جهان اسلام و دانشگاه های اروپا، اولین دانشگاه در جهان توسط یک خانم به نام فاطمه الفیری در مراکش تأسیس میشه که تا حال هم فعال است، یکی از بهترین دانشگاه جهان است. این در 850 میلادی و اولین دانشگاه در اروپا در قرن 12 تأسیس میشه و بعد از او دانشگاه آکسفورد است، ساربون است، این دانشگاه بسیار بزرگ جان. اینها را دولت ها تأسیس نکردن، یا دانشگاه هایی بوده که مردم دانشمندا تأسیس کردن. هم القراوین که قبلا گفتم در مراکش است در قرن 850، سال 850، و هم دانشگاه هایی که در اروپا ساربون و آکسفورد و پادوا یا تأسیس شدن، یا کلش دانشمندا تأسیس کردن. یعنی این دانشگاه ها از آغاز که تأسیس شدن آزاد بودند. اینا توسط دولت کنترل نمی شدن. یعنی تاریخ دانشگاه را اگه شما مطالعه کنیم، از اول یک مؤسسه تحصیلات عالی است که بخش خصوصی یا افراد بخش خصوصی، اما مزامینی یا درس میتن بیشتر که جان شمول است، یعنی گلوبال است. یه از خصوصیات دانشگاه ها است در جهان، اگر از آغاز شما مطالعه کنیم تا حالا، مزامین تدریس میشه که در بسیاری یونیورسیتی ها تحصیل میشه. یک مرحله میرسه که دولت ها خود دانشگاه ها را پایه‌گذاری میکنن. پس آن چیزی را که ما امروز بحث میشه بالایش که باید در دانشگاه ها آزادی اکادمیک وجود داشته باشد، این آزادی اکادمیک چی هست؟ ببینید، آزادی اکادمیک چند بخش داره. آزادی اکادمیک برای استاد، آزادی اکادمیک برای محصل و آزادی اکادمیک برای اداره. اداره خودش باید یک نهاد مستقل باشه. این جزء اکادمیک فریدم است، به نام اینستیتوشنال اتانومی یا آزادی خود نهاد یا مؤسسه است. این از خصوصیات بارز دانشگاه است که هم استاد، هم مؤسل
و هم خود دانشگاه مستقل باشن. خب البته وزارت تحصیلات عالی استدلال قوی داره که بعضی از این دانشگاه خود اداره کرده نمیتونن، یا مثلا بعضی از اینا فاسد هستن. وزارت تحصیلات عالی مسئولیت داره که یا را به یک مرحله برسانه که واجد شرایط استقلال شوند. ما استدلال کاملا فعلا چنین چیزی وجود ندارد. دانشگاه های مستقل در افغانستان متاسفانه فقط دانشگاه آمریکایی افغانستان است. دانشگاه کابل، ما وقتی که برگشتم به عنوان وزیر تحصیلات عالی، جناب پوپل صاحب رئیس دانشگاه کردم، با آقای پوپل گفتم که هم خودت آزاد هستی هم نهاد دانشگاه کابل، جناب رفعت صاحب خبر داره. بیانم از همون آغاز ما استقلال مالی، استقلال اکادمی که دانشگاه کابل اعلان کردیم و خیلی موفق بود. حالا متاسفانه ما دانشگاهی داریم، دانشگاه کابل، که از وزارت تحصیلات عالی تشکیلاتش بیشتر است. من همین استدلال کردم که وزارت تحصیلات عالی، شما تشکیلات از این ببینید، تشکیلات وزارت تحصیلات عالی رو ببینید، دانشگاه کابل رو ببینید. ولی اون زیر تأثیر وزارت تحصیلات عالی، ما از زیر تأثیر چیز کشیدم، از وزارت تحصیلات عالی دانشگاه کابل رو مستقل ما اعلان کردیم. بسیار زیاد تشکر استاد، برمیگردیم به شما. استاد رفعت، این آزادی اکادمیک میگیم گاهی مثلا یک توهمی ایجاد میشه که یک آزادی هایی است که با اون آزادی متعارف جامعه متفاوت هست. این مرز این آزادی باید در کجا باشه و فکر میکنین که این بدون آزادی اکادمیک میتونین شما یک محیط اکادمیک بسازین؟ حالا این وضعیت در دانشگاه کابل دست کم چگونه است؟ با درود، دانشگاه معیاری در واقع جای توجه همه جانبه، تاکید میکنم توجه همه جانبه، به آزادی، به علم، به هنر و به فلسفه است. اینجاست که ما میگوییم که دانشگاه های کشورهای اسلامی در مجموع چنان که باید به دلیل معیاری نبودن در راستای تولید علم بسیار ضعیف عمل میکنن. یعنی با این فکر میکنین که نبودن آزادی های دموکراتیک، معذرت میخوایم، نبودن آزادی های اکادمیک خود مانع تحقیقات و تولید علم در دانشگاه ها میشه؟ بدون شک. وقتی صحبت از آزادی است که پیشتر هم مطرح کردیم، منظور ما از آزادی های اکادمیک آزادی بحث هست، آزادی طرح نظرهای اختلافی هست، آزادی تولید علم است. خب طبیعی است وقتی که دین در همه این عرصه محدودیت وضع کند، چنان که باید، ما نمیتونیم به تولید علمی دست پیدا کنیم. شاید به همین دلیل هم هست که فکر میکنن دین در این عرصه ها مداخله میکنه یا دریافته های کسانی از دین مداخله میکنه؟ دریافتای کسان، قرائت‌های گوناگون هم مداخله میکنه، نصوص دینی هم مداخله میکنه بدون شک. به همین سبب شاید هست که وقتی به کشور اسلامی نگاه میکنیم، بیشتر اینا مصرف کننده علم هستن تا تولید کننده. بنابراین با این پیش درآمد میخوایم بگویم که اینجا که صحبت از آزادی علمی یا اکادمیک میکنم، منظورم حداقل‌های آزادی اکادمیک است. با این تعریف میخوایم بگویم که دانشگاه های افغانستان به شمول دانشگاه کابل از چند چیز رنج میبره، دست کم از دو سه مورد عمده را اگر مطرح کنیم. بسیار فشرده استاد. یکی ایدئولوژی زدگی. مسئله دیگر این است که دانشگاه های شرعیات هم اکنون در بیشتر دانشگاه های افغانستان با مداخله در مسئله های پوشش دختران، با دخالت در رفتارهای دانشجویان و دخالت در کارهای اکادمیک سایر دانشکده ها، در واقع با معیارهای اصلی دانشگاهی فاصله فراوان داره. مسئله دیگر هم انتسابی بودن ریاست دانشگاه ها و
دانشکده ها هست که در این مورد تنها بر روی کار آمدن اداره جدید. یک بار ما شاهد انتخابی بودن رئیسان بودیم که در دوره وزارت جناب آقای فایز. تشکر از شما. کدام موضوع خاصی هم هست دیگه که بگوییم؟ علاوه بر این محدودیت در برگزاری همایش های علمی و فرهنگی در دانشگاه ها هست که در ادامه برنامه در این مورد بسیار کوتاه استاد. در دانشگاه کابل یا دانشگاه های دولتی، حالا منظوری ما دانشگاه خصوصی نیست، آیا قانونی به نام آزادی های اکادمیک، کدام قانونی یا مقرره تدوین شده وجود دارد؟ امین که در قانون تحصیلات عالی انتصابی بودن ریاست دانشکده ها و دانشگاه ها را داریم، در واقع به معنای در زیر نفوذ در آوردن هرچی بیشتر اداره های دولتی در دست حکومت هست که خب این خودش مخل آزادی اکادمیک میتونه باشه. البته بیشتر از این هم در ادامه برنامه بحث خواهیم کرد. جناب شهیدی، فکر میکنید چی دلیل بوده که مشخصا یک قانون دانشگاه ها نساختن که همه مسائل در او روشن میشد و مثلا پارلمان آیا در این زمینه کدام اقدامی کرده؟ سخن دیگه است که دریافت شما چیست؟ آیا بسیار کسا میگن که فضای مثلا دانشگاه ها را قرائت بعضی از استادان از دین بسیار محدود ساخته و میخوان اون قرائت خود را تطبیق کنند که هر از گاهی یک مشکلات را بار میاره. دریافت شما از وضعیت چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما مهمانان عزیز و شنوندگان و بینندگان گرانقدر. بحث قانون که وقتی که در درون پارلمان قانون تحصیلات عالی آمد، تقریبا 6 ماه روی قانون کار شد و با مشوره استادان یا استادان خبره پوهنتون کابل، هر 4 پوهنتون کابل و اتحادیه استادان پوهنتون و مشاورین خود وزارت تحصیلات عالی بسیار به خوبی پیش رفت و متاسفانه بعضی از نکاتی که باعث اختلاف یا تناقض نظریات در از اون که هم بحث کلمه دانشگاه و پوهنتون بود که با کمال تاسف عده‌ای هم بودن که در واقع قانون تحصیلات عالی چندین بار وقتی که ما داخل پارلمان از جانب کمیسیون خود به داخل مجلس آوردیم به نوعی سپوتاه شد، یعنی نتونستیم تا مرحله رأی گیری رفتیم یا نصاب شکست یا بالاخره یک مشکل خلق شد. یعنی شما فکر میکنید که اگر اون قانون تصویب میشد این آزادی های اکادمیک را در دانشگاه های افغانستان تضمین میکرد؟ ما بعضی از موضوعات در اون قانون قبلی که ما داشتیم بحث انتخابی بودن بود که ما کوشش کردیم که در واقع رؤسای پوهنزه ها از طریق انتخابات بشه و نظریات بسیار قوی بود که باید حتما رؤسای پوهنتون ها هم از طریق انتخابات استادا باشه. خب باز ملاحظاتی هم بود که در شرایط فعلی افغانستان ممکنه که باز خود همین چون شرایط و بستر هنوز مناسب نیست، ممکنه که ما بخواد به سمت یک انتخابات بریم باز عوامل نفوذی در درون پوهنتون ها بشه که نتونیم با او شخص شایسته خود ما انتخاب بکنیم و به نام انتخابات نشه که ما به دست افراد پوهنتون ها رو بسپاریم که صلاحیت مدیریت نداشته باشن. خب به هر حال با تغییراتی که این قانون آمد به عنوان یک فرمان این قانون نافذ شد، یعنی تغییرات از جانب بدون مشوره پارلمان در داخل از قانون وارد شد و فعلا همون قانون نافذ هست و در روشنایی قانون کار. تشکر. یک وقفه داریم بینندگان عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم، با ما باشید. جناب شهید زاده، بسیار کوتاه میشه که سخنان خود را جمع بندی کنیم. فعلا در قسمت قانون ما بعضی از پیشنهادات یا خواسته های از وزارت تحصیلات عالی و وزارت عدلیه داریم که در قسمت تعدیل این قانون که فعلا فرمان نافذ است که مشکلات هایی داره. در قسمت بعضی از تقرری استادان بود که در بعضی از پوهنتون ها به قرائت قانون
نمیتونیم کسی که لیسانس باشه استاد بشه. اما بعضی از مؤسساتی که ما داریم در غور، بادغیس، فرا، ما استاد پیدا کرده نمیتونیم. ما بالاخره مجبوریم که در به خاطر سر پا نگه داشتن او مؤسسه خود تا رسیدن به معیارهای اصلی از قانون قبلی خود استفاده کنیم یا تعدیل داشته باشیم. در بعضی موارد دیگری هم هست که خودی از این یک مشکل هست که اگر تعدیلاتی به وجود بیاید و این پربارتر بشه، چون ببینید قانون برای چی کس ساخته میشه؟ قانون با مقتضای زمان برای سهولت انسانها ساخته میشه. اگر ما یک قانونی بسازیم که او را نتونیم تطبیق بکنیم، شرایط و ظروف تطبیق از او وجود نداشته باشه، مثل ما قانون بسازیم برای یک کشور دیگری. سپاسگزارم. و بس جزء دوم از صحبت شما، خب برمیگرده به این که امروز با کمال تاسف که قرائت و فهم درست از دین در کشور اسلامی، در کشور ما افغانستان یا در خیلی از کشورهای دیگر متاسفانه قرائت‌های متفاوت دارن. امروز شاید استادی که در سر صنف درس میده، اگر با قرائت فهم درست از دین، فهم صحیح از دین، دین رحمته، دین ممانعت ایجاد نمیکنه، دین سهولت ایجاد میکنه، ولی او اگر فهم درست و مطالعه قوی داشته باشه، شکی نیست که هیچ مشکلی ایجاد کرده نمیتونه. اما متاسفانه امروز در افغانستان به حد قرائت‌ها و فهم‌های متفاوت از دین میشه که حربه قرار میگیره برای کشتن انسان‌ها. ولی به وسیله همین دین فتوا میدن یک مسلمان انسان رو میکشن. خب طبیعی است که اگر کسی که به عنوان استاد در سر صنف حاضر میشه و درس میده، او همونطور که یک استاد متخصص مضمون خود است، او یک شیوه رهبری، شیوه مدیریت، شیوه یک انسان متعالی رو باید به خود داشته باشه. یعنی تنها حالا سخن بر سر عزیز که همین قرائت های مختلف و حتی گاهی هم میشه گفت متضاد از دین در محیط های اکادمیک افغانستان سبب مشکلات شده؟ طبیعتاً در جلال آباد سبب مشکلات شد، در جای دیگه سبب مشکلات شد. متاسفانه بسیار کوتاه جناب، میخوام بگم که بسیار کوتاه، پس چگونه به این مرحله برسیم که هر کس حق نداره که قرائت خود از دین را اصل قرار بده؟ ببینید، باید هر کس، کسی که به عنوان استاد میای سر صنف استاد میشه، او تابع قوانین و تابع فرامین و تابع امون نهاد هست که در روز درس میده. شاید به بیرون این چیز متفاوت باشه، گرچه که در بیرون هم هر چیز از خود یک محدودیت داره. تشکر. امروز اهل فتوا هر کس نیست. بله. متاسفانه امروز شما اینقدر مفتی رو میبینین که اهل فتوای واقعی رو زیر سوال میگیره. سپاسگزارم جناب شهید زاده. جناب امین، میخواستم بگم که با توضیحات یا بحث هایی که دوستان اینجا کردن، شما وضعیت از نظر اون مزایای آزادی های اکادمیک و محیط اکادمیک در دانشگاه های افغانستان، عمدتا دانشگاه دولتی رو من به مورد بحث ماست، چگونه میبینید؟ خب با تشکر از شما از یک فرصت دادین، سلام تقدیم میکنم خدمت شما و میهمانان عزیز. یک بحث را باید تفکیک بکنیم که ما یکی اکادمیک اتونومی داریم، یکی اکادمیک فریدم هستم. ما بین آزادی اکادمیک و استقلالیت اکادمیک باید یک مرز قائل شویم. در قسمت ترویج استقلالیت اکادمیک، ما در قانون تحصیلات عالی ملکی که می اکنون نافذ است و دو مرتبه تعدیل هم شده، ماده چهارم جز نهم کاملا صراحت داره که وزارت تحصیلات عالی از استقلالیت اکادمیک، اداری و مالی پوانتون ها حمایت میکنه. استقلالیت اکادمیک به این معناست که ما در جذب اساتید، ما در جذب محصلان، ما در تعدیل نصابها، در تدوین نصابها، در فیصله های دیپارتمنت ها، در گزینش رؤسا، همچنان در قسمت موضوعات مالی و اداری چقدر صلاحیت داریم و تا چی حد میتونیم یک کار را خود پوانتون یا خود محل یا محیط اکادمیک انجام بده. این در قانون تحصیلات عالی صراحت داره. بنان اگر بحث ما به صورت مشخص بخش اولش در مورد استقلالیت اکادمیک است، بدون شک که استقلالیت اکادمیک در ماده چهارم قانون تحصیلات عالی در جز نهم کاملا صراحت داره.
ولی ببینید اون باعث یک قانون بزرگ بله. ولی فکر نمیکنین که نیاز است که بر اساس همون ماده یک لایحه مقرر سر از همون نکات میاد بله. ما وقتی که سر استقلالیت اکادمیک صحبت میکنیم متاسفانه گذشته افغانستان وقتی که یک نگاه اجمالی مندازیم خود سیر دانش و پوانتون ها در یک مرحله از تاریخ توأم با گسست و انقطاع میشه. ما در قانون سال 1368 چیز به نام استقلالیت اکادمیک نداریم. قبل از او در دوره های قبلی بدون شک به اساس مقرره هایی که پیش بینی شده بود پوانتون کابل استقلالیت اکادمیک، استقلالیت اداری و استقلالیت منابع بشری و سایر موضوعات خود داشت، چون وزارت تحصیلات عالی وجود نداشت. شما که اصلا استاد جامعه بله. شناسی هستید بله. بدون شک که در اون دوره که شما بحث میکنین یک حاکمیت بزرگ حزب و ایدئولوژی بر همه عرصه‌های زندگی بود، ولی در آخر سالهای دکتر نجیب انتخابات در دانشگاه کابل صورت گرفت بله. رئیس انتخابی با وجود دو دوره بله. رئیس ها انتخابی بودند. این بر اساس فرمان و حکم بود که رئیس جمهور هدایت داده بود. حال ما وقتی که میایم به یک دوره دیگه از تحولات در سال 1381 در سال 1381 ما از سال 1381 تا سال 1394 قانونی را که نافذ داشتیم قانون تحصیلات عالی همو دوره قبلی بود، جذب اساتید، جذب محصلین، تدوین نصاب ها، موضوعات اداری همه بر مبنای از او صورت می گرفت. در سال 1394 برای نخستین بار یک سوال اینجا پیدا میشه که وقتی قانون اساسی تازه ساخته شد بسیاری از قوانین و لوایح در افغانستان باید تعدیل میشدن و تغییر به خاطر اینکه با این هماهنگ میشدن. حالا خب مثلا میخوام بگم که دانشگاه یا وزارت تحصیلات عالی چرا از زمان آغاز اقدام به این تغییرات خب نکردن؟ شما میفهمین که متغیرهای متعدد در قسمت تدوین قانون بعد در قسمت تدوینش و نهایی شدنش وجود داشت. از سال 1381 دکتر صاحب تشریف دارن که گامهای برداشته شد برای تدوین قانون تحصیلات عالی جدید، اما تا سال 1394 ای با وجود از اینکه نهایی شد به منصه اجرا گذاشته نمیشد. در سال 1394 به اساس فرمان تقنینی رئیس صاحب جمهور فیلی قانون تحصیلات عالی مریول اجرا شد و تطبیق شد. در قانون تحصیلات عالی فیلی خوشبختانه ما او ماده را که استقلالیت اکادمیک پوانتون ها را تضمین میکنه به صراحت داریم در عرصه سطح هم اداری هم مالی و هم اکادمیک، اما میایم به معاهدات قانون به معاهدات قانون شما، ولی واقعیت موجود حکایت از چی میکند؟ روی همین میایم. یک، ما در قسمت جذب اساتید، جذب کادرها کلن استقلالیت اکادمیک را برای پوانتون ها تفویض کردیم. تمام پوانتون ها بست های اکادمیک را از طریق رقابت آزاد و از طریق دیپارتمنت به اعلان میگذارند. دیپارتمنت مکلف است که تمام اساتید را که به عنوان متقاضی مطرح می باشند اسنادشان را تکمیل بکنند و جذب بکنند. در این وزارت کدام دخالت نداره. در قسمت تدوین نصاب ها پوانتون ها استقلالیت تام اکادمیک خود دارند. در قسمت اداره بر پوانتون های بزرگ ما که نیرو و ابتکار پیشبرد اداره و موضوعات مالی را داره کاملا استقلالیت مالی و اداری برشان تفویض شده. یک نکته دیگه هم که جناب استاد فقط بسیار کوتاه خدمت شما عرض میکنم که در قسمت آزادی های اکادمیک که بحثای برگزاری مثلا همایش ها هست و بحثای امثال هم ما میبینیم امروز در پوانتون کابل تا حد اینا هم در نظر گرفته شده و خوشبختانه تغییرات و دگردیسی ها برای گفتمان های کلان فکری به وجود آمده. و نکته دیگه هم جناب استاد بزرگوار که شما در قسمت تعدیل جذب اساتید لسانس گفتین، ما در تعدیل دوم لسانس را تا سال 14-2 هجری شمسی جذب میکنیم به خاطر حل همون مشکلات استاد امین. یک وقفه کوتاه داریم. من انشاءالله در خدمت. تشکر از شما. مهربان هستید. استاد فایز، یک انتقاد همیشه در مورد دانشگاه های افغانستان وجود دارد که اینها باید همون گونه که استاد رفعت هم اشاره کردن که باید به مرکز تولید علم هم تبدیل شوند نه مصرف کنندگان علم. بسیاری ها میگه که نبود یک اصولی درستی اکادمی که آزادی اکادمی هرچی که میگن
و یک نوع بروکراسی دولتی در اینجا سبب میشه که میزان تولید علم در این دانشگاه ها بسیار پایین بیاد. شما فکر میکنین که نبود آزادی های اکادمی خود سبب میشه که چنین وضعیتی به وجود بیاد؟ ببینید جناب پرتو صاحب، تحصیلات عالی افغانستان که طبقه بندی شده در بین تحصیلات عالی جهان، عتیقه ترین نظام تحصیلات عالی در همین جاست. علتهایش رو باید پیدا کنه. من یک مقاله دیگه قسمت نوشته کردم که علل چی بوده. یکی کنترل کامل دولت بر مؤسسات تحصیلات عالی است، کنترل کورکورانه و جاهلانه. و من وقتی که وزیر تحصیلات عالی شدم، یعنی هدف تا نیست که گپای خودم بگویم کلش هم کنترلی بسیار چرا میخواستم کنترل دولت بسیار خوب، کنترل بر همه چیز است. حالا کنترل مسائل مالی رو که بکنم من اعتراض ندارم، اونجور کنترل اکادمیک بهترین چیز است، عتیقه ترین نظام است. یکی سنتگرایی است در تحصیلات عالی افغانستان، یکی کنترل است، یکی سنتگرایی است، یکی در سیستم اداری تحصیلات عالی هیچ تحول اجازه نداره. همیشه جلویشون میگیرن، با استادا اجازه نمیتن. ما در وقتی که جناب رفعت صاحب وزارت تحصیلات عالی بودیم، ما یک کنفرانس، یک انجمنی برای پوهنتون ها ساخته بودیم که همواره میرفتیم به ولایات کنفرانس داشتیم که چطور بتونیم در تحصیلات عالی تحول بیاریم. من گاهی میرفتم گاهی نمیرفتم. تا حالا ما در تحصیلات عالی افغانستان انجمن استادا، یک انجمن آزاد و مستقل نداره. ببینیم اینه که ما آوردم به شما، این حقوق و آزادی های شاگرد است. ما داریم حقوق و آزادی های استادا، حقوق و آزادی های اداره چیا. بر اساس قانون تحصیلات عالی اینا ساخته شده و بر معیار تحصیلات عالی جهانی ساخته شده. اینها در قانون تحصیلات عالی چند جمله راجع به آزادی اکادمیک دارن. من ترجمه هم کردم اوره. من قانون تحصیلات عالی شما را ترجمه کردم. نواقص بی حد زیاد داره. این فقط بخش اعظم از این راجع به آزادی های شاگرد هاست که چی نوع آزادی را ما باید تحمل کنیم. شاگرد چی حقوق و آزادی ها داره؟ استاد چی حقوق و آزادی ها داره؟ حالا یا میگم وزارت تحصیلات عالی پی در پی به ما نوشته میکنه به پوهنتون امریکایی افغانستان که تعداد استادای پی اچ دی ما در سطح جهانی است، که شما این کار رو بکنیم او کار رو بکنین. کسی که در رأس بخش تحصیلات عالی خصوصی قرار داره، اگر راست بگم هیچ مطالعه نکرده که تحصیلات عالی خصوصی در جهان یعنی چی، چطور آغاز شد، تاریخش چی هست، چرا اینقدر کنترل میکنه؟ باز اما بسیار فشرده استاد. پس چرا میزان تولید علم در دانشگاه های ما اینقدر پایین است؟ میزان تولید علم پایین است، یک علتش ایسته که تمام کتابایی که متاسفانه در دانشگاه های ما تدریس میشه کتابایی است که استادا نوشته کردن. در هیچ پوهنتون معیاری جهان همچون چیزی نیست. کتابای معیاری فیزیک، ساینس، ریاضیات یا در سطح جهان کتابا خریداری میشه، به شاگردا توزیع میشه. استاد حق نداره برای شاگرد کتاب بسازه، کتابهای معیاری. یعنی کتابها، تکست بوک های ما، کتابهای درسی ما بعد در سطح جهان باشه. سپاسگزارم استاد. یکی کری کنم از که متاسفانه استاد رفعت، پیشتر شما میشارهی داشتین، ما هم گفتیم اون دهه پینجا دانشگاه کابل یک رهبریش رهبری انتخابی بود و حتی اون روزگار که ما دانشجو بودیم زیاد هیاهویی که تقلب شد و انتشاب کمتر وجود داشت. ولی حالا در این روزگاری که ما دهول دموکراسی را میکوبیم، تبل دموکراسی میکوبیم، استاد آمر دپارتمنت، رئیس دانشکده، رئیس دانشگاه و معاونین و چه ها مستقیما اینا مقرر میشه از طرف حکومت.
اگر مقایسه کنیم همون دهه 50 سویه آموزش نسبت به آل خیلی متفاوت است. فکر میکنید این نظارت دولت و تعیین کردن یک رئیس از طرف دولت و حمایت دولت از اون رئیس سبب این شده است که فضای دانشگاه های ما را کم ناگوار بسازد؟ جدی همین کار شده. دلیلش هم این است که وقتی حکومت رئیس های دانشگاه ها و دانشکده ها را تعیین میکنه، در واقع مدیریت مشارکتی را که خودش از اصلهای دانشگاهی هست تبدیل میکنه به مدیریت آمرانه. خب مدیریت آمرانه نمیتونه هرگز سازگاری داشته باشه با رهبری مثبت دانشگاه ها. این یک. این گونه که نماینده محترم مجلس گفتند که ما ترجیح دادیم انتصابی بودن بر انتخابی بودن به دلیل های خاصی، حالا گیریم که این درست. اگر دلیل هایی که ایشان گفتند بر حکمت انتصابی بودن بر انتخابی بودن در مورد دانشگاه ها صدق بکنه، خب این میتونه در مورد انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شورای ولایتی، شهرداری و دیگر بخش هم صدق کنه. پس باید ما در آن عرصه هم احتیاط کنیم، انتخابات برگزار نکنیم که مبادا خوبان بر روی کار نیاید. میگوییم که انتخابی بودن هم آرزه های داره، ولی خب اگر قوت هایی که وجود داره در نظر بگیریم، سخگو می باشه برای استادان که اهمیتاش بیشتر است نسبت به آسیب های احتمالیش. این یک مسئله. دیگر هم این است که آن گونه که گفته شد قانون تحصیلات عالی کنونی افغانستان قانون چندان سازگار با امروز هم نیست. اینکه گفته شد کادرگزینی از دپارتمنت شروع میشه، خب از اون آغاز تاسیس دانشگاه در افغانستان بوده، خب این کار نوی نیست. میگوین آزادی های انتخابی بودن ها محدود شده. حالا آنچه که اینها نماینده محترم تحصیلات عالی گفتن، اینا چیزایی است که بوده، یعنی نو نیست. مسئله دیگر این است که حتی همین قانون تحصیلات عالی هم ببینیم، چون زیر نفوذ حکومت پوانتونا به شدت عملی نمیشه. یک نمونه کوتاهشه عرض کنم، در همین قانون تحصیلات عالی آمده است که کسایی که رتبه علمیشان پوهنمل است همزمان نمیتونن با حفظ حقوق کدری کار اداری داشته باشند. اما جالب است که تعداد زیادی از رئیس های دانشگاه ها و دانشکده های ما و بعضی سمت های اداری و بخش های اداری کشور توسط پوهنمل ها مدیریت میشه و همزمان از حقوق کدری هم برآور هستند، که خب این هم در تضاد آشکار با همین قانونی است که حالا درست شده. قانونی که تحصیلات عالی وضع کرد از همان آغاز نقیص های جدی داشت که نقدی هم بر آن نوشته بودن. از همان اول پوهنتون تعریف کرده بودن، این رو به عنوان نمونه میگویم که ببینیم ما در کجای کار است. گفته بودن پوهنتون مؤسسه تحصیلی هست که حداقل کدرهایش باید 30% رتبه علمیشان دکترا باشه. ما که نگاه کردیم این دانشگاه کابل 2.5% کدرای علمی رتبه دکترا، یعنی به این تعریف افغانستان هیچ دانشگاهی نداشت. تازه ایره ما وقتی نقد کردم، بعد آمدن که گفتن خب این که این گونه شد چطور، بعد آوردن قانون تعدیل کردن، ماده را در سطح پوهنتون کابل تقلیل دادن، گفتن خب اگر 10% داشت. ببینید میخوایم بگویم که قانون تحصیلات عالی هم متاسفانه هر بار که تجدید نظر هم شده، این تجدید نظر توسط دانایان عرصه تحصیلی انجام نشده. خب چند تن حکومتی نشستند، خب چیزهایی را سرهم بندی کردند که با واقعیت‌های علمی و معیاری دانشگاهی چندان سازگار نیست. و چیز دیگر که گفتن همایش‌های علمی، ما با ایشان نماینده محترم تحصیلات عالی قطعا موافق هستم در دانشگاه کابل. استاد رفعت، روی این موضوع پس از وقفه گپ بزنیم. بینندگان عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم. درباره همون همایش ها بسیار کوتاه. خوشبختانه که در همین دو سال اخیر در دانشگاه کابل، این دو سال اخیر
فضا باز شده برای برگزاری همایش‌های علمی، فرهنگی، هنری، نمایشگاه‌ها. حتی دروازه دانشگاه کابل و تالارش باز شده بر روی سازمان‌های مدنی و سازمان‌های بیرون از وزارت تعلیم. این کار خوبه، اما میگوین این سلیقه است. به این معنا رئیس محترم کنونی این فرصت را ایجاد کرده، اما رئیس محترم قبلی پوانتون برعکس کرده. حتی با خود پوانتون اجازه برگزاری هیچ گونه نمایش علمی را نمیده. ما میگوییم که خب اگر این ریاست تغییر بکنه با چی میشه؟ یعنی آزادی های برگزاری همایش های علمی و فرهنگی اینها ربط داره به سلیقه رهبری تا اینکه برنامه مدونی در این مورد یا دستور عمل مدونی داشته باشه. تشکر از شما. جناب شهیدزاده، ببینین ما هر از گاهی شاهد یک تشنجات و برخوردهای خشونت‌آمیز در دانشگاه های خود هستیم، گاهی ما بین دانشجویان، گاهی ما بین دانشجو و استاد و همیشه و خبرهای بعدی دیگه. فکر میکنین که اگر دانشگاه های ما واقعا دارای آزادی های اکادمیک و محیط اکادمیک و در نهایت این دو چیز سبب ایجاد اخلاق اکادمیک شود، نباید چنین چیزایی به وجود بیاید. فکر میکنم عامل این خشونت های اکادمیک، بگویم خشونت هایی که در محیط اکادمیک ما رخ میده چیست؟ ببینید، ما از ملت بحث حرف میزنیم و جامعه را به کنکاش میگیریم که او محصل که امروز در پوهنتون یا دانشگاه در نشسته است، او زائیده اجتماعی هست که روز تولد شده و هنوز در رحم مادر بسته شده، با خشونت بسته شده، تولد شده، تربیه شده در یک فضا و در یک فضای به نام متشنجترین و یا انقلاب و جنگ و توطئه و مهاجرت و فقر و همه این عوامل بیرونی که شما دارید. ببینید، همه عوامل سر پوانتون نیست، عوامل بیرونی زیگه در نظر بگیرین، عوامل روانی یک شخص، عوامل تربیتی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، عقیدتی، باورهایی که او داره، اینا با همین شیوه یا 12 سالگی با معلولیت تربیه شده باشه در دوران مکتب خود، بعضی از صنفا را درس نخوانده، بعضی از مضامین خبر نداره، بعضی از رابطه هایی که بین پدرش یا برادرش یا فلان با معلم بوده ایره کامیاب کرده. بالاخره ما این مواد ناپخته را آوردیم به پوهنتون. اگر حال ما این پوهنتون هر نوع فضایی که شما به ایجاد بکنین، 12 سال این در یک مدیریت دیگه بوده، 4 سال قراره، در معمولا 4 سال، حالا بس طب و بعضی از مضامین دیگه پوهنزه ها را نمیگیم، در این فضا وقتی که این وارد میشه، در اینج تنها ما اگر بخوایم آزادی، بحث آزادی رو در بین بگیریم، ما به یک بنبست دیگه وجود میای مشکل میخوریم، ما یک بیبندباری ره، یعنی شما مواجه میشیم. اگر آزادی باشه سببی پیدایی یک چی دیگه میشه؟ اگر مثلا اگر در یک چارچوب یک اصولی باشه، هر کسی بتونه دیدگاه های خود را بیان بکنه، ما باید این فضا را اول آماده کنیم. ببینید، اول این فضا در پوهنتون، در صنف، در دیپارتمنت، در دانشکده، در پوهنتون، در جامعه، وقتی که ما اگر این فضا آماده باشه که شاگرد بتونه آزاد هر نوع سوالی بکنه و استاد هم توانایی جوابدهی هر نوع سوال شاگرد خود داشته باشه، یا این باورها و عقیده های جامعه را ما میتونیم به یک دپارتمنت یا یک سال ایره تغییر بدیم. یک شخصی که اگه افکار عقیدتی وارد شده، به طور مثال یک دختری که از در دوران پوانتون آماده، در دوران تحصیلات خود این رو میگرفته، یا صرف به خانواده خود، ما ایره میاریم در یک فضای باز میشانیم. شما میخواین در این 4 سال تمام عقاید و باورها ازور با عنوان آزادی به اصطلاح تغییر بدیم، بسیار مشکله. تشکر از شما، برمیگردیم. تشکر، سپاسگزار هستیم. جناب استاد امین، نگرانی بود که اگر در دانشگاه های ما انتخابات صورت بگیره، ممکن مثلا افرادی که موردی شایسته از نویین و
اینا انتخاب نشوند. ولی از طرف دیگه شما بهتر میدانید چرا دموکراسی و انتخابات از سطوح پایین تمرین صورت نگیره. تمام استادان دانشگاه انتقاد دارن که انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی پر از تقلب است. خب یک بار خودشان هم تن به این بتن. و مسئله دیگه هم ایست که شما چی فکر میکنین که جز دیگه که چرا این خشونت ها در محیط های اکادمیک ما رخ میده؟ تشکر. ما پیش از اینکه به دو سوال که شما مطرح کردین بسیار کوتاه نکات را که دکتر سه و استاد فرمودن فرصتی کوتاه داریم. بله. یکی که کنترل دولت، ما سه گونه پوانتون ها داریم. موسسات تحصیلات عالی داریم، آنچه که در قانون تحصیلات عالی تعریف شده. یکی موسسات تحصیلات عالی انتفاعی داریم، یکی موسسات تحصیلات عالی غیر انتفاعی داریم، یکی موسسات تحصیلات عالی دولتی داریم. وضعیت در هر سه این گونه پوانتون ها یکسان نیست. ما در بعضی پوانتون های خصوصی تزویر میبینیم، ما در یک تعداد از پوانتون های غیر انتفاعی مشکلات بسیار چشمگیر میبینیم که صرف در حد شعار نمیشه که به اون نقطه پایان بگذاریم. ما در پوانتون های دولتی خودم بدون شک از این مشکلات داریم. اما بحث اساسی است که با یک دیدگاه به هم پیوسته و با یک دید استراتژیک و مستمر و دوامدار ما بتانیم از گذشته، از سال 1381 کدام قدم هایی که برداشته شده تا سال 1397 بتانیم تا حدی مشکلات را حل بکنیم. یکی از بحث هایی که مطرح شد که در انجام در لحظه دقیقه های آخری برنامه هستیم. بله. بسیار فشرده میخوام به این بگین که شما این خشونت ها را در چی میبینین در افغانستان و اگر در دانشگاه های ما انتخابات بیاید و رهبری انتخابی با وجود بیاد چی نقصی داره؟ ما در قسمت خشونت وضعیت پوانتون ها متاثر در کل از وضعیت جامعه افغانستان است. ساختار جامعه افغانی، نهادهای مختلف، بحثایی که صورت گرفت، قرائت‌هایی که است، نهاد آموزش پرورش قطعا تاثیرگذار است. وقتی که یک جوان داخل پوانتون میشه، پوانتون کابل یا سایر پوانتون ها با یک دید خشونت آمیز، ما در طول یک سال نمیتونیم که این جوان را فکرش را تغییر بدیم. اما کوشش ما بر این است که از طریق مواد درسی، از طریق حضور اساتید ما بتونیم این مشکلات را تا حد حل بکنیم. اگر ما خواسته باشیم در مجموع، اگر ما خواسته باشیم در مجموع وضعیت پوانتون ها را به نفع افغانستان از یک حالت خشونت آمیز دور بسازیم و بکشانیم به یک حالت خوب و مطلوب، این نیاز به جوهری زمان داره و ما و این نیاز به یک تصمیم کلان و یک دیگرگونی فرهنگی و اجتماعی داره. یک سوال دیگه هم از استاد است که من یک جمله میگم. بینندگان عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم. استاد یک نکته را مطرح کردن، پوانمل در سمت کارهای اداری انتخاب شده نمیتونه یا معرفی شده نمیتونه، قانون تعدیل شده. من بر استاد وعده کردم که از برنامه خلاص شدیم یک کپی قانون برشان تسلیم میکنم. در قسمت پی اچ دی هم بحثای تکنیکی وجود داره که فرصت اندک است. ما دید ما ای است که تحول و دگردیسی ها در پوانتون های افغانستان نیاز به یک تحول و تغییر و تحولات بیرونی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد. استاد فایز، بسیار کوتاه چی باید صورت بگیره که پوانتون ها متحرک تر شوند، اکادمیک تر شوند؟ من خوش هستم که مسئله انتخابات شما پی در پی مطرح کردین. سال 2002 بعد از اینکه دروازه های پوانتون ها باز شد، ما در تمام پوانتون های افغانستان به استثنای پوانتون کابل انتخابات کردیم. استادا رئیسای پوانتون ها را، رئیسای فاکولتا ها را، چرمین آمیرای دیپارتمنت ها را انتخاب کردن. من فکر میکنم صحبت بسیار خوبی است. قدم اول برای آزادی اکادمیک همی است که استادا حق قضی داشته باشند که رئیسای و اساتید خود تعیین کنند. تشکر. انتخاب. یک موضوع دیگر هم استاد، وقت ما کوتاه است. حقوق محصلین فوق العاده مهم است. ما یک نظامی داریم، چرا در پوانتون امریکایی افغانستان تا هیچ گونه خشونتی ما نداشته؟ برای از اینکه مشارکت شاگردار ما داریم. استاد رفعت، بسیار کوتاه چی باید صورت بگیره؟ کارهای بسیار مهمی که صورت بگیره، بسیار فشرده. یک نکته هم توضیح بدم که در بحث کار اداری پوانمل ها جالب است که در قانون گذشته گفته بودند که
پوهنمال نمیتونه کار اداری کنه. بعد حکومت نور چشمی های زیاده را با رتبه های پایین به کار اداری گمارد. وقتی با انتقاد مواجه شد، قانون را به نفع نور چشمی ها تغییر داد. اینجاست که میگم وقتی همه چیز در حیطه قدرت حکومت باشه، سوء استفاده میکنن. در مورد اینکه چی باید صورت بگیره، فراموش نکنید که دانشجویان امروز افغانستان بیش از هر زمان دیگر در همین کشور، در همین حال حاضر، امکانهایی در اختیار دارن که در گذشته نداشتن. دسترسی به کتابخانه‌های دیجیتالی، به مقاله های علمی، دسترسی به استادان دانشگاه معتبر از راه دور، گفتگوهای علمی از راه، همه اینا هست. ولی متاسفانه به سبب به شدت بدمدیریتی دانشگاه ها و وزارت تحصیلات عالی از امکانهای لازم به نفع بهبود وضعیت تحصیلات عالی نمیشه. تشکر، سپاسگزارم استاد. بسیار کوتاه، چند ثانیه وقت داریم، شما میگین که چه کاری باید صورت بگیره؟ در قدم اول باید یک تعهد، یک اجماع تعهد به وجود بیایه. همه کسایی که به عنوان استاد در جامعه اکادمیک درس میدن متعهد باشن برای اصلاح نسل افغانستان. از سیاست ها، از گرایش ها، از همه چیز باید خود خارج بسازن. دوم، پوهنتون های خصوصی همه دیدگاه های مشارکتی واقعی بینانه داشته باشند. بعضی از پوهنتون‌های خصوصی دیدگاه های تجارتی دارند. متاسفانه اگر این دیدگاه باشه، نه تنها که تولید علم میشه، بلکه علم در افغانستان از بین میبریم. بس دولت هم، دولت هم بس موضوعات سیاسی خوده، دستبازی در درون دانشگاه ها و پوهنتون ها را کوتاه بسازه، بگذاره که رشد و نمو حرکت بکنه. و بس اینه که من خودم شخصا باور دارم که به عقاید و باورهای مردم اگر تاخته بشه، ما دسترسی به چیزی نداریم، مگر اینکه شما طرف مقابل قناعت بدین. یعنی احترام به عقاید و باورهای دینی در کشوری که نام او جمهوری اسلامی افغانستانه باید فوق العاده مراعات بشه. چرا؟ اگر بخواهیم خدای نخواسته بر این خط سرخ حرکت بکنیم، نه اینکه ما دسترسی به جای خود پیدا میکنیم، خدای نخواسته سبب این میشه که انسانهای جوانهای خود به جای خود سپاسگزار هستیم جناب شهیدزاده. سپاسگزار هستیم. نه، برنامه ختم است. فقط 10 ثانیه. برنامه ختم است. من 10 ثانیه فقط یک نکته خدمت استاد عرض میکنم که تعدیل قانون به اساس یک فراخوان عمومی صورت گرفت که از تمامی پوهنتون‌ها اساتید دعوت شد. بسیار زیاد تشکر، سپاسگزار هستیم استاد. برنامه لحظه های آخرش است و دیگر پوهنتون‌ها شاید 1000 مسئله داشت. بینندگان عزیز، برنامه این هفته در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی و هفته بعدی شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب و روزتان خوش باد.